کتاب راهبی که فراریش رو فروخت درباره زندگی یک وکیلیه که توی بهترین جایگاه شغلی خودش قرار گرفته و یه زندگی خیلی مرفه و به قول خودمون لاکچری رو داره که توی یه برهه‌ای از زمان واسه این وکیل یه اتفاقی میفته و تصمیم میگیره که همه داراییش رو از جمله فراری خوشگل قرمز رنگش رو بفروشه و راهی یک سفر طولانی بشه. اما در طول این سفر هیجان انگیز اتفاقاتی براش میفته و با افرادی آشنا میشه که مطالبی رو بهش آموزش میدن. اما این مطالب درباره تمامی چیزهایی که توی زندگی باید یاد میگرفت و یاد نگرفت. سلام، من مرجان صادقیان هستم و میخوام کاربردی ترین بخش های این کتاب رو براتون عنوان کنم. اولین و مهمترین نکته ای که توی فصل‌های ابتدایی این کتاب بهش اشاره میشه داشتن هدف و معنا و مفهوم توی زندگیه. فرض کنید که به یک رستوران میرید و از شدت گرسنگی وقتی که منو رو برای شما میارن فقط میگید غذا باشه، هرچی باشه مهم نیست. و بعد از گذشت مدتی براتون غذا رو آماده میکنن و حالا یه غذایی رو جلوی شما میذارن. شما غذا رو میخورید ولی ازش لذت نمیبرید. حالا اگر فرض رو بر این بذاریم که شما بدونید توی منو میخواید چه غذای خاصی رو انتخاب بکنید، بعد از اینکه غذا برای شما آورده شد میتونید با نهایت لذت اون رو میل کنید. زندگی هم دقیقاً عین منوی همون رستوران میمونه. کافیه خواسته ها، آرزوها و اهدافتون رو به طور دقیق مشخص بکنید تا اونها براتون محقق بشن. اما چطوری باید این کار رو انجام بدید؟ اولین گامی که باید برای تعیین هدف‌ها و آرزوهاتون بردارید اینه که یک فهرست مکتوبی از خواسته‌ها، اهداف و آرزوهاتون تهیه کنید. توی کتاب روی واژه مکتوب خیلی تاکید می‌کنه. اما چرا؟ به طور متوسط در طول شبانه روز چیزی حدود 60,000 فکر از ذهنتون عبور می‌کنه. وقتی که هدف یا خواستتون رو بر روی کاغذ می نویسید، در واقع دارید به ذهن ناخودآگاهتون اعلام می کنید که اون یه دونه هدف از 59,999 تا فکر دیگه‌ای که داره از ذهن شما عبور می کنه از ارزش و اهمیت بیشتری برخورداره. اما چیزی که باید بدونید اینه که خیلی از شماها ممکنه یک لیستی از اهدافتون رو به صورت تایپ شده توی لپتاپتون یا توی نوت‌های گوشیتون ذخیره کرده باشید. اما باید بدونید که نوشتن حتی از تایپ کردن هم تأثیر بیشتری داره. تا همینجا هم ممکنه خیلی از شماها چنین لیستی رو به صورت مکتوب تهیه کرده باشین. اما ممکنه هیچ کدوم از اون لیست یا فقط یه تعداد کمی از نوشته های توی اون لیست تحقق پیدا کرده باشه. اما گام بعدی که توی کتاب بهش اشاره میشه اینه که بعد از اینکه شما یک لیست مکتوبی از اهداف و خواسته هاتون تعیین کردید، باید اونها رو به طور واضح و شفاف توی ذهنتون بسازید. بعد از تهیه یک لیست مکتوب از افکار، اهداف و خواسته هاتون، گام بعدی که توی کتاب بهش اشاره میشه اینه که یک تصویر واضح و روشنی از خواستتون توی ذهنتون به وجود بیارید. برای مثال اگر هدف شما رسیدن به تناسب اندام یا یک وزن ایدئال هست، باید یک تصویر ذهنی دقیق و واضحی از خودتون توی ذهنتون به وجود بیارید، در حالی که به اون وزن دلخواه یا تناسب اندامی که مد نظرتون هست رسیدید. وقتی دارید خودتون رو توی ذهنتون در حالی مجسم می‌کنید که اون خواسته براتون محقق شده، چه حسی دارید؟ اگر اون حس یک حسی مثل شادی، خوشحالی، رضایت خاطر، شگفتی، هیجان زدگیه، مطمئن باشید که اون خواسته خیلی سریع میتونه برای شما محقق بشه. اما اگر حسی که دارید یک حس ناراحتی، انزجار و غمگینی هست، بدونید که از هدفتون خیلی دور هستید، چون هیچ باوری ندارید که اون هدف رو به دست میارید. نکته بعدی که توی رسیدن به خواسته ها باید حتما رعایتش بکنید اینه که اون حسی رو که موقع تجسم اون هدف توی ذهنتون دارید باید در تمام طول شبانه روز
حفظش کنید. همه یه نکته هایی که توی این کتاب برای تعیین هدف بازگو شده، تمامی نکاتیه که افراد موفق توی زندگی خودشون اونها رو به کار میگیرن. امیدوارم این بخش از کتاب انگیزه لازم رو برای تعیین هدف بهتون داده باشه. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه من بودید و نظراتتون رو حتما برای من بنویسید.